بنابرای اطلاع منابع آگاه پایگاه خبری بامداد، کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسی توجکستان در جریان تفتیش فعالیت مقامات نویه اسمولی سلمانی شهر دوشنبه در سال 2022 کمامد به مبلغ بزرگ را آشکار کردند. در رفت تفتیش به گفته این منابع معلوم شده است که در دوره رئیسی این نویه را بروده داشتن شریف سمی در طول سال 2022 توسط اداره راه‌های نویه اسمولی سلمانی در مجموع 14 میلیون سلمانی به قول معروف اوبولوی شده است. از این مبلغ بنا به خلاصه مفتشان 5.5 میلیون سلمانی را عموما بدون برگزار کردن یگان تندر از خود کردند. خود شریف سمی روز دوم ینور از مقام برکنار کرده شد و حالا کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا در رابطه به این مسئله رهبران اداره های مالیه و راه‌های نویه اسمولی سلمانی را کشاکش دارند. آنها علکه چندین مراتبه دعوت شده پیرامون تقدیر این میلیون ها سلمانی بیان نمودند. یک سوال اساسی امین است که چرا اینقدر پول گویا برای تعمیر راه از خود کرده شده است، ولی وقت برف زد مسئولان حتی نمک کافی نیافتند که راه‌های برف‌پوش و یخبسته را نمک بپوشند. خبر داد روز 25 ینور سال 2023 به پایگاه خبری بامداد یک منبع آگاه از جریان تفتیش شد. تفتیش فعالیت مقامات اجرایی شهر دوشنبه از جانب اگنتی مبارزه با کروپسیا با درخواست خود شهرداری پایتخت رستم امام‌علی آغاز یافته است. خدمات مطبوعات شهرداری دوشنبه روز دوم ینور سال 2023 اتفاقا در روز برکناری رئیسان یکباره سه نویه پایتخت خبر دادند که رستم امام‌علی با مقصد تامین شفافیت و ثمرانوکی استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه با اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان جهت سنجش فعالیت مالیوی خواجگیداری مقامات در سال 2022 درخواست ارسال نمود. روز دوم ینور در روز اول برفریزی های شدید و به طور بی‌سابقه سر شدن او با هوا رستم امام‌علی یکباره رئیسان سه نویه پایتخت شریف سمی، رئیس نویه اسمولی سلمانی، نصرت الله سلیمزاده، رئیس نویه سینو و فتحالدین عثمانزاده رئیس نویه فردوسی را از مقامهایشان برکنار کرد. فرمانهای پرزیدنت درباره برکناری آنها روز 11 ینور به امضا رسید. منابع بامداد خبر داده بودند که دست کم یکی از اینها شریف سمی از مقام رئیس نویه اسمولی سلمانی مس به دلیل نهوده براریش در رفع عاقبتهای برفریزی در مرکز پایتخت برکنار شده است.